اتومبیل‌های دست دوم تنوع بسیاری دارند. در واقع ممکن است کسی که تازه هفته گذشته ماشینی را خریداری کرده و با آن تنها یک هفته رانندگی کرده باشد، آن را به بنگاه معاملاتی خودرو بازگرداند و به این ترتیب یک خودرو دست دوم بسازد. تفسیر دیلرها از نو و دست دوم بودن ماشین با خریداران متفاوت است. آنها ماشین شماره شده را دست دوم می دانند، اما یک ماشین با چند هزار کیلومتر رانندگی در فروشگاه خود را با برچسب دمو به عنوان ماشین نو و نه دست دوم ارزیابی می کنند. معمولاً کیلومتر شمار یک خودرو نو نباید عددی بالاتر از 50 کیلومتر را نشان دهد. تا این میزان جابجایی برای انجام نقل و انتقالات و تست‌های ضروری قابل پذیرش است و حکم ماشین نو را دارد. ممکن است خودرویی هم در مدت 15 سال بیش از 400 هزار کیلومتر کار کرده باشد و به عنوان خودروی دست دوم معامله شود. اگر تازه وارد هستید، قبل از تهیه خودرو از هزینه‌های بیمه آن مطلع شوید. کل هزینه‌های خودرو شامل خرید خودرو، بیمه، بنزین و تعمیرات را برای یک سال برآورد کنید و در مقایسه با هزینه‌های مادی و روحی استفاده از حمل و نقل عمومی و نیازهای خود و خانواده ارزیابی کنید که آیا خرید خودرو به نفع شما هست یا نه. برای اولین خودرو، اگر وضعیت مالی تثبیت شده ای ندارید، بهتر است سراغ خودروهای گرانتر دیلرهای رسمی نروید. اما در آینده و با شرایط بهتر مالی، تهیه ماشین‌های افترلیز از دیلرهای رسمی احتمالاً گزینه‌های بهتری خواهند بود. در خرید عجله نکنید، چون یک ماشین معیوب هر چقدر هم که ارزان باشد، بعداً هزینه تعمیرات زیادی خواهد داشت. یادآوری می‌کنم که در کانادا هزینه تعمیرکار عدد بسیار بالایی است و هر نوبت تعمیرات جدی ماشین می‌تواند هزینه گزافی داشته باشد. پیش از این که سراغ دیلر بروید، خوب مطالعه کنید. با مشاهده ریویوها، ارزیابی دقیق از نیازها و بودجه خود و جستجوی خودروهای موجود در دیلر مورد نظر، تعداد انتخابهای خود را به 3-4 مورد محدود کنید. حتما ماشین را برای تست ببرید. علاوه بر راندن در خیابانهای اطراف، رانندگی در اتوبان را فراموش نکنید. لازم است که ماشین را با سرعتهای مختلف در مسیرهای متفاوت تست کنید.